اومدیم با ادامه آلبوم حق از آقای فدایی. داره فدایی داره برو برگردیم. درود، من پدرامیتو هستم و من ساگال هستم و خوش اومدید به کانال پدرامیتو. مرسی که ما رو سابسکرایب میکنید. بریم آقا ترک الف. خب بریم که ترک رو داشته باشیم. چند دقیقه از کار؟ 3 دقیقه و 50 ثانیه. خوبه، بریم. و همون اولش صدای پوکه بود. جای بالش کلاش زیر سرش، سر آدمی داره بدن دیو تنش. یالا بگو کیه الف، یالا بگو کیه الف، من میگم خودت تو، تو میگی میشه مگه. جای بالش کلاش زیر سرش، سر آدمی داره بدن دیو تنش. یالا بگو کیه الف، یالا بگو کیه الف، من میگم خودت تو، تو میگی میشه مگه. بریم اول. من الف کیه؟ منظورش چیه؟ تو گرفتی پوینت کار آدمی داره و مثلا میگه بدنش میگه کلاش کلاش زیر سرش جای بالش، من میگم کی الف. اول اسم میتونه باشه یا نه نمیدونم. خب ادامه برید قلم راویه، من میگم خودت تو، تو میگی میشه مگه. بریم اول وازی فرق برید قلم راویه الف، فهمه شو کی جوونش بوده توی قفس تاریک، جای شکن جای یادگاری، الانم مثلثی نشسته وسط قالی. یه تیکش احساس ما ریت خارش، البته جامپ بود ولی جامپ خوبی نبود. قفس تاریک جای شکن جا یادگاری، الانم مثلث همه شوکی جوونیش بوده توی قفس جوونیش بوده توی اون یه تیکه جوونیش بوده خیلی خوشایند نبود. تاریک جای شکن جا یادگاری، الانم مثلثی نشسته وسط قالی، همه چی رو دیده دم بس تو الان اسرائیل میکنه کفن تن آدمو پیاده میزنه تو شهر بهشت زهر میره تو جهنم. چی گفت؟ خیلی نگرفتم کارتو آدم. منم نگرفتم. خب میکنه کفن تن آدمو پیاده میزنه تو شهر بهشت زهر میره تو جهنم. خبرم پسه میزنه تو درندشت باور، وقتی تو خود گیری محال فراسرش پایینه، نمیده جواب سلام، زمان میبره خوشه بشه شرا دست من. یه جاش قشنگ گفت وقتی تو خودتی ویسا باور، وقتی تو خود گیری محال فراسرش پایینه، وقتی تو خودت گیری محال فرار. آها، باید بندهای درونی گسست، باید اول از تو آزاد بشیم. خیلی بچه ها خیلی ها میگن که آقا ما کی آزاد میشیم، چجوری آزاد میشیم، دوباره دیکتاتوری نشه، فلان نشه، داستان نشه. ببینید بچه ها، خاطر نشان کنم، خاطرتون رو راحت کنم که اگر ما از درون خودمون رو درست نکنیم، اون دیکتاتوری درونمون رو نشکنیم، مطمئن باشید حکومت بعدی هر کسی بیا دور دیکتاتوری میشه. ما باید اول خودمون یاد بگیریم آشغال نریزیم تو خیابون. اول باید خودمون یاد بگیریم که به دیگر باش ها احترام بذاریم، مسخرهشون نکنیم. طرف گیه، خب گیه باشه مشکلش چیه؟ یا طرف لزبیانه، لزبیان باشه، طرف ریش داره داشته باشه، موهاش کوتاه، کچله، نمیدونم فلان، گیر به امنیه ندیم که حالا چطور داره میذاره. خودمون درست بشیم دیگه هیچ حکومتی نمیتونه بینمون تفرقه بندازه. اون یکی هم بت سازی مون رو باید بذاریم کنار. ما ایرانی ها خیلی بت سازی میکنیم، یعنی من خودم هم اینجوری هم که همش دنبال قهرمان میگردم، یکی رو بت کنم که مثلا اون بیاد نجاتم بده. دقیقاً این اشتباه، بت سازی بذارید که آره. نمیگیم طرفدار کسی نباشید، طرفدارش باشید، ولی چشم باز باشه که اگر یه موقعی اومد یه گافی داد، یه حرکتی زد، یه حرکت چرکی زد، حرکت فولی داشت، سریعا یقش کنین آقا این چی بود تو گفتی، این چه حرکتی بود تو کردی، این چیه، این چه ترکی. نمونهش مثلا همین این، من خب ملتفت رو خیلی دوست دارم ولی میگم آقا این یه تیکش جامپش من دوست نداشتم. به نظرم علاوه موسیقی، من علاوه موزیسین بودن دارم میگم، از ریتم خارج بود. درسته جام باید یه جوری باشه که ریتم به هم نریزه، تک 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 بر تک بر تک، یه همچی چیز اون باید ریتم باشه، نبود. این یعنی چی؟ یعنی که تعصب نداشته باشیم که آقا اگر یه حرکتی هم زد اشتباه، این موقع این حرکت من دوست نداشتم، باهاش حال نکردم. اتفاقا در مورد همین دگر باشم، همین پیج 1500 تصویری عکسی گذاشته بود که دوتا دختر بودن داشتن همدیگر میبوسیدن. بعد خب خیلی ها، البته این هم بگم که تعداد خب کسایی که مثلا اوکی بودن میگفتن آقا همین دوست دارن، آقا مگه نمیخوایم آزاد باشیم؟ خب شما بعد از الان عادت کنیم به این تصویر. خیلی همون هم میگفتن نه هنوز زوده، هنوز نمیدونم
نمیدونم این انقلاب رو به راه فلان میبره. اصلا شما چرا باید اجازه بدید یه همچین فقط یه عکس که دو نفر که حالا هم جنس همن همدیگر دوستان نه همو میبوسن چرا؟ یعنی شما اینقدر سستین که یه همچین عکسی همچین تصویر شما رو از مسیرتون خارج کنه؟ آره. خب هیچ چیزی الان تغییر نکرده تا وقتی که این موضوع رو بپذاریم که آقا هر کسی هر جوری هست دوست داره اونجوری باشه، در صورتی که به کسی آسیب نزنه. اصلا یکی دوست داره قرآن بوس کنه، یکی مادرش میخواد بوس کنه، یکی میخواد دختر بوس کنه، هر چی هر چی دوست داره میتونه بوس کنه. در صورتی که به کسی آسیب نزنه اصلا به من مربوط نمیشه. اصلا بسیجی ها بیان کیون منو ببوسن از نمیگه من ناراحت نمیشم آسیب ببینم. ادامه بدیم. نمیده جواب سلام، زمان میبره خوشه بشه شراب، دست مردم نون گندم. زمان میبره خوشه بشه شراب، نمیده جواب سلام، زمان میبره خوشه بشه شراب، دست مردم نون گندم، دل کباب بازم آدم گشت په غذا جراح میره واسه ماینه مطب همه چی زیر نظر تیغ همه تو جیب عقب انگار تمام آدم ها بسیجی هنه اون زیر لغت نمیه آه تیغ عمل جیب عقب اون تیغای جراحی رو میگن که آره. بچه استفاده میکنن. آره خیلی هم برند است، برنده ترین تیزیه، خیلی شدید تیزه، خیلی قشنگ. زمان میبره خوشه بشه شراب، واقعا همینه. بس خیلی قشنگ الان وارد ماه سوم این داستان شدیم. آره این خودش انقلاب تموم شد. اینقدر یه سری اعتراضات پشت سر هم باشه اصلا مطمئن باشین به ثمر میرسه. 100%. اما تو جیب عقب انگار تمام آدم ها بسیجی هن، اون زیر لغت نمنیت ملی میاد نه صدا آجیر خطر رس میکنه زنده است وقتی آدم ها رو میکشه و ساقی ها دوسته ولی سر قاضی ها رو میبره. حالا به حس میکنه زنده است وقتی سر مردم ها میبره. لات ها رو میگه یا بسیجی ها رو فکر کنم میگه. نمیکنه زنده است وقتی آدم ها رو میکشه و ساقی ها دوسته ولی سر قاضی ها رو میبره. حالا بگو داره کی بارش افلش رو قدم میزنه آخرش میدوه چی شده جای بالش کلاش زیر سرش سر آدمی داره بدن دیو تنش. یالا بگو کیه الف، یالا بگو کیه الف، من میگه خودتی و تو میگی میشه مگه کیه الف. سر آدمی داره و دیو تنش، تنش دیوه. شاید خود آدم رو داره میگه، نه آزادی رو میگه، نه چی رو میگه؟ آیت الله خامنه‌ای رو نمیگه. آیت الله نه، اسمش چیه؟ علی. آها علی با عین الف. جای بالش کلاش زیر سرش سر آدمی داره بدن دیو تنش. یالا بگو کیه الف، یالا بگو کیه الف، من میگه خودتی و تو میگی میشه مگه الف ما. آها من میگم خودتی، ما رو میگه، من میگم خودتی و تو میگی میشه مگه. عزانم خیلی ایهام عجیبی داره، من پوینت کارو نگرفتم. آره من کلا کار فدایی رو نمیتونم خیلی بگیرم، متوجه شدم. خب برو زده به داره محافظ و پول پله، میخوا بشنوی داستان کاغذ و امضا، محافظ و پول پله میخوا الف، من میگم خودتی و تو میگی میشه مگه الف. ما رو برو زده به داره محافظ و پول پله، میخوا بشنوی داستان کاغذ و امضا تو رو تله. چیکار کرد باز از اون حرکت های خفن گیاد که من درک نمی کنم. برو به چی داد، پرو به چی داد. الف یا رو بگو کیه الف، من میگم خودتی و تو میگی میشه مگه الف. ما رو برو زده به الف آمار رو به زده به الف آمار به رو زده الف چی؟ آمار به رو زده آمار به رو زده په پول حافظ و پول پله، میخوا بشنم بی داستان کاغذ و امضا تو رو تله. سازمان میکنن نور و خفه نون گندم تیلیت بشه تو خونه امضا تو رو تله. خیلی ببین همونطور که بارها مثال زدم موسیقی مثل تغذیه میمونه، خب شعرم همینجوریه دیگه، مثل یه تغذیه‌ای که روان رو تغذیه میکنه، حال میکنه با اون شعره. خیلی سنگینه. اینه بنده خدا آقای بگو اسمشو سورناه. خب برای من خیلی هضمش مثل یه چیز چرب میمونه که خیلی سنگینه. بعد یه چیزی که هست، خب الان ما داریم ریاکشن میگیم، یعنی این بار اولیه که داریم گوش میدیم، بعد جا دور می خب داستان فرق میکنه، ولی خب باید آدم باید چند دور گوش بده تا بگیره. پس این حرف تو یعنی این که چی؟ بچه ها باید لایک کنن، کار سختی داریم میگوین که لایک ارزش لایک کردن داره، درسته؟ منظور حرفت این بود. البته ریاکشن سختش همینه، تو اصلا باید با یه بار گوش دادن بگیری همین چی باید بگی.
همینه بگم بی خود میگم ریاکشن. خب برو ببین محافظ و پول پره میخوا بشنوی داستان کاغذ و امضا دور و تله سازمان میکنن نور و خفه نون گندم تیلیت پیش تو خونه الف نقشه بی نقصه مثل ما شب 14 کامل کلمه. وای این صدایی که داد الان تو خیلی باحال بود. گندم تیلیت پیش تو خونه الف نقشه بی نقصه مثل ما شب 14 کامل کلمه نشست شنیدن بارشه دست خدا رو میشه با کفینی یه فاحشه کلاتو سفه گیریم ورم این وضع بادجه دست خدا رو میشه با کفبینی یه فاحشه. خب یعنی چی نفهمیدم؟ یعنی مثلا اونی هم که خداه یا مثلا حالا یکی که گنده است شاید یه با کفبینی یه فاحشه مثلا شاید دستش رو بشه. یعنی یکی که گنده است مثلا شاید یه آدم خیلی معمولی بتونه دستش رو کنه. آها شما آها پرچیزا رو میگی مثلا یه فاحشه میره توش رخ نمیکنه میتونه اطلاعات بگیره. نمیدونم خیلی مبهمه من نمیفهمم این کارو و حقیقتا با این کار نیستم تا الان چیزی نگفته که حال کنم. کامل کلمه نشه اصلا شنیدن بارشه دست خدا رو میشه با کفینیه یه فاحشه کلاتو سفه گیریم ورم این وضع بادجن هوایی شده الف جونش سی شربتو نوشیده پاچه رو چپونده تو شیشه صابونا رو رنده کرده تو بنزین لباس پوسیده یه گل فروش رو پوشیده یه آتیش زیبا میکشه روزشتی کوکتل مولوتوف خیلی خوب وصف کرد. نمیمونه بنده یه تاریخ ما شهر میکشه گوله میخوره تو کله یه حاجی یه آتیش زیوا میکشه. ببین یه تکنیک قشنگ اول ماشر ببین یه تکنیک داریم که همون جامپی که توی ریتم هست توی نوت هم هست که از نوت بم توی از نوت زیر میتونی بیای یه بم بزنی بیای دوباره رو زیر یا برعکس تو بمی بزنی تو ببین اون تا پت بوم این صدا رو ببین صابونا رو رنده کرده تو بنزین لباس پوسیده یه گل فروش رو پوشیده یه آتیش زیوا میکشه روزشتی نه الف نمیمونه بنده یه تاریخ ماشر میکشه گوله ماشر و گوله میمونه خیلی باحال یکی الف نمیمونه بنده یه تاریخ الف کیو میگه؟ منم نفهمیدم شاید آخرش بگه مثلا بگه پدرامیتو سوگل جان الف منظورم این بود بفهمید شاید آخرش اشاره کنه بنده یه تاریخ ما شهر میکشه گوله میخوره تو کله یه حاجی جامعه یه نمایش صحنه خالی هر انقلابی داره یه جنبه یه تاریخ جای بالش گلاشتی آفر دقیقا همینه. یعنی شما با گل دادن نمیتونی طرف رو بکشی پایین از رو صندلی قدرت وقتی داره تیلیارد تیلیارد پول میره تو حسابش با این نشستن و اینجوری تو مثلا بهش گل بدی بیا برو از کشورمون بیرون اونم میگه چشمن الان میرم رفتم اصلا میرم چی الان من نیستم. بابا اوایل که اما پرونی را افتاده بود یه سری مثلا از این داستانه روشنفکری های کساشر که مگه ما مثل اونایی میخوایم این کارو بکنیم حالا بیچاره آخونده داشته رد میشده کاری نمیکرده که تو اون لحظه داشته رد میشده کاری نمیکرده یکی زده پسی کلش ولی 44 سال ببین چه بلایی سر مثلا اون نمیدونه که داره با چه جماعت کثافتی کار میکنه مثلا خیلی آدم سالمیه باز خوبه که هی داره اوکی میشه آره هی داره بهتر میشه روز احوال مگه ما مثل اونایی با خشونت رفتار در صورتی که اگه با خوشونت رفتار نکنی نمیرن دقیقا مثل گرگ میمونن بابا وقتی گرگ حمله میکنه تو یه چوب ورم داری یه جوری میزنی تو صورتش که بخواب زمین نمیری هشتگ بزنی نه به حمله گرگ نه به کشته شدن توسط گرگ ها ای گرگ عزیز ما رو ندارید اونم میگه بخشه نمیدارم دقیقا مثلا بیای باکس بذاری تو اینستاگرام آره حمایت دارم جمع خدا روشو جمع شد داستانش جمع باکس ماکس جمع شد الان ببین خیلی خوب داریم پیش میریم فقط اینکه از فاز اعتراض دیگه باید در بیاییم همه توی خیابونا فقط دارن اعتراض میکنن بوق میزن بی بی شعار نمیخوایم آقا صداتون دیگه به کی میخوایم برسونیم تموم شد دیگه الان همه فهمیدیم نمیخوایم الان باید متحد جمع شید یه تعدادی با هم دیگه اوکی بشید همدیگه رو پیدا کنید تو همون اعتراضات با هم دیگه ارتباط برقرار کنید یه تیم بشید برید سمت کلانتری بعد از کسایی که تو کلانتری ها سربازن درجه داری هستن که دلشون با مردمه یه برنامه ریزی بکنید با دوستا رفیقا سر یه تایم مناسب درا رو وا کنید ملت بریزن تو اسلحه ها رو بردارن برن تو پادگانا اونایی که سربازن یه چند تا سرباز با هم دیگه اوکی بشید با دوستاتون بگید آقا وانت بیارید فلان ساعت فلان تاریخ پاشین بیایی من درها رو با میکنم بریزید تو ببرید
اینقدر راحت اصلا همین که مثلا بچه‌ها یه جایی رو آتیش میزنن اینا بنرا و فلان اینا آتیش میزنن خیلی حرکت خفنیه، چون آره. به اون قشر خاکستری هم هی داره اینو میفهمونه که شرایط اصلا عادی آره. نیست تلنگر میزنه هم... آتیش زدن خیلی خوبه بانک آره. هم آتیش بزنن به نظرم. حالا من راجع به مسئله نمیتونم نظر بدم چون حالا با کلانتری و اینجور جا اوکی هم اینو نمیدونم درسته نه واسه همین نظر نمیدونم خیلی خوب فعلاً بانکو فعلا بنرای تبلیغاتی هم خیلی آخه ضرر بهشون میزنه. آره چی خلی. کار میکنی تو چی کار میکنی؟ یه چنبه تاریک جای بالش گلاش زیر سرش سر آدمی داره بدن دیو تنش یالا بگو کیه الف یالا بگو کیه الف من میگه خورده توی تو میگی میشه مگه جای بالش گلاش زیر سرش. آها گفت کلاش رو یاد یه چیزی افتادم یه موضوعی رو بگم. یه سری ها خب با اینکه مردم مسلح بشن مخالفن، دلیلشون چیه؟ میگن که اینا الان دارن با تیر ساچمه‌ای میزنن، اگه ببینن که مردم مسلحن دیگه شروع میکنن با تیر به علنی کشتن، در صورتی که الان هم دارن میکشن. یعنی ما فقط همینجوری داریم کشته میدیم. چرا؟ چون دست خالیم. اونایی که رفته بودن جنگ عراق 8 سال جنگیدن جونشون رو گذاشتن وطن پرست بودن به خاطر ناموسشون وطنشون اون عرقی که داشتن رفتن جنگیدن اصلا واسه شون مهم نبود بمیرن. ولی اینایی که دارن میان به خاطر پول دارن میان موضوعا آره. یعنی فکر نکن که خیلی آدم هایی خفن هن. خیلی عرق اینا به هیچی عرق ندارن اینا آره. به ناموسشون آره. زن و بچهشون هم عرق ندارن آره. خودشون یعنی... از رسمان گفتم ما سر بچه خودمون ندارن. من یکی از دوستان میگفت بابام پرسیدم گفت من حاضرم اصلا تو رو واسه آقا بکشم اصلا بکن به دختر دی همچین حرفی بزنی. پس اینو میگم اینا اگه ببینن که مردم مسلحن و درصد مردنشون خیلی بالایه اگه بیان برای سرکوب میترسن اصلا خایه میکنن نمیان. چرا فکر میکنن اینا خیلی خفنه؟ آدمای خیلی بزدلی. ببین اصلا هرچی آدم به درد نخوره سطح پایینه کمهوش ازگل رفته تو سیستم. یعنی آدمی که هوشیار باشه عقلش برسه نمیره تو این سیستم فاسد کار بکنه. آدم های بی جربوزه کسایی که تو بچگی تو سری خور بودن رفتن تو این سیستم. بنابراین آدم های ترسو و بزدل و بی جربوزه و کم سوادی هستن. خودتون دیدید اصلا نماینده هم سواد ندارن، همونجوری بی سواد ها و احمق ها رو به خودشون جذب کردن، به درد نخور ها رو آره به درد نخور ها رو جذب خودشون کردن که مخشون رو راحت شستشو بدن. نگاه بکنی اکثرا فربند شیکم گنده دقت کرد یا اینجوری هن یا کونی هم به خدا اینجوری هن یا فربند نگاهشون بکنی یه جوری عقب افتاده خلاصه که بزدلن. یعنی ببینن مردم مسلح شدن دیگه وضعیت فاکته اصلا خیلیشون نمیان دیگه، یعنی میفیچونن. خیلیشون همین الانش مثلا که خودشونو میزنن این کاری میکنن که مثلا بپیچن دیگه نیان دیگه چه برسه به اینکه مثلا دست نرو مسئله بشه. همین الان دارن میکشن دیگه. بازم گفتم تنها چارش اینه که دیگه الان خوب خیابونا رو اعتراضات رو نگه داریم بعدی تیم شیم بریم پادگان بگیریم که از توی پادگان هم بالاخره 4 نفر به درد بخور هستن که تو زمان مناسب درا رو وا کنن. بیا آقا بریزید تو 40 نفر بریزید تو اسلحه رو بردارید بریم. مطمئن باشید از اون 50 نفری که تو پادگان هستن، حالا نمیدونم 100 نفری که تو پادگان هستن، 80 نفرشون موافق مردم هن. یعنی ببینم مردم ریختن تو پادگان کمک میکنن، میگم بفرمایید اسلحه رو ببرید. سر آدمی داره بدن دیو تنش یالا بگو کیه الف یالا بگو کیه الف من میگه خود تویو تو میگی میشه مگه فهم نداره پا هم عرف و عملش دولو دوست داره ولی جنگ و بلده همه اروپا پیدا میشه تو زیر زمین صدادن همه سر تف ولی پارو دومه الف خود تویو. ولی خیلی قویه ترک، یعنی تو هر جملهش یه معنی خیلی خفنی داره که حالا ما خیلی جسم نگرفتیم. صلح و دوست داره ولی جنگ و بلده مردم هم میگه اروپا پیدا میشه تو زیر زمین سداده همه سر و ته ولی پارو دومه الف تو زیر زمین سر و ده همه سر و ته تو زیر زمین صد و ده به منظورش انتظامیه. آره دیگه همه سر رو داری تو صندوق عقبه یه صدای مطمئن توی جب مبهم هوا برادر کش و آبرا گرم صحبه جبر مطمئن هوا برادر کشه.
برا گرم صحبه جبر مطلق اینه که لنگی کفش الف گیره توی حلق قدرت سرباز اضافی خونه. آها این الف با ماه، لنگی کفش الف گیره تو حلق قدرت. یه پر دومه یه جور مامورا میپاچن پاره میشه روده یه مبره سر یه زلف پیدا نمی کنی یخوی جزی کلاشو یه صدا خفه کن رولوله یه کل نداره تر شک نه تو کوچه های شهر میخوابه راحت تر یه شاه توی پشه بنده میگفت اشقد غن و علف شب قبل هوای بره گذاش روی لب مرد به صحابه رو زلاله بید علف مفسده فنرز جمش معاربه شانش ککشانه نصف کره کلاه شهر تو کلاغم نمیدونه تای قصه قرار کجا بره. نصف کره کلاهشه؟ یعنی چی؟ نمیدونم هیم منم نبازی خیلی سمی میگه اصلا نمیفهمه آدم چی میگه. یه خورده ببین بچه ما درکمون از شعر خیلی پایینه ببخشید کلن از این تایم هم که اصلا یه درکمون کلن از زندگی اومده پایین. بالش کلاش زیر سرش سر آدمی داره بدن دیو تنش یاله بگو کیه الف یاله بگو کیه الف من میگه خودتیو تو میگی میشه مگه. جای بالش کلاش زیر سرش سر آدمی داره بدن دیو تنش یاله بگو کیه الف یاله بگو کیه الف من میگه خودتیو تو میگی میشه مگه. حاجی جنازه مونده و یه بنز قرتی رو نظام میخوره خون میچه که لنگ زور. خیلی دیپ بود اصلا. آره اصلا نفهمیدم چی شد. خیلی دارک رفیتش. لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو بکنید. خیلی ریاکشن خوبی نبود. خودم میدونم خودم هم میدونیم کنم همه شرایط اصلا خوب نیست. اصلا ضبط و ادیت و آپلود کلن کار سختی جدیدن که اصلا چیزم اعصاب چیزم نداریم. بیا اصلا نمیتونیم حرف بزنیم. thumbnail آره اصلا بیشتر ویدیو دیسکریپشن دیسکریپشن تگ مگ همین میزنم این میره بالا. اصلا واقعا خیلی شرایط روحی من شخصا بگاز با چک و لگت خودمو میارم جلوی دوربین تخ 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 هر کد درست میشه همیشه درست میشه این روزا هم تموم میشه چنان نموند و چنین نیز نخواهد ماند. قشنگش اینه که واقعا دو ماه سه ماه پیش هیچ وقت فکر نمیکردیم به همچین جایی برسیم. آره واقعا هیچ وقت فکرشو نمیکردم. من فکرشو میکردم ولی خب من میدونستم نه به همچین جایی میرسه ولی باز خدا رو شکر دوستتون داریم دوست سس میزنیم. خدا خدا سلام دیم 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 دیم